به نام خداوند یکتا و درود بر شما. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 16 ماه قوس سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: آغاز فعالیت سفارت افغانستان در هند. دهلی نو میگوید موقف آنان درباره بر رسمیت شناسی امارت اسلامی تغییر نکرده. سفارت افغانستان در دهلی نو و کنسولگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی فعالیت دارند. شما می توانید از پرچم هایشان که برافراشته شده اند این موضوع را متوجه شوید. انتقاد عباس استانگزای از مسدود ماندن مکتب های دختران. میگوید علت انتقاد کشورها و دوری برخی از شهروندان کشور از نظام کنونی همین موضوع است. کچوک ده حق تیر راخلی ده دی انسانان و دی ملک دی افغانان و پا مقابل که دی پا حق مانده تجاوز ده سریح ظلم دهی. خواست عفو بین الملل بر بررسی جنایت های جنگی در افغانستان. ما خواستاری از این هستیم که محکمه جزایی بین الملل باید مسئله رسیدگی به جنایات جنگی و جرای مرگ و شکر در افغانستان را اولویت ببخشد و همچنان سرعت بگیرد. روز جهانی هوانوردی و تلاش بر افزایش مسئولیت خطوط هوایی و ادامه نبردها در نوار غزه. من شمس همانی هستم. وقت شما بخیر. وزارت خارجه هند از سرگیری فعالیت های سفارت افغانستان در دهلی نو خبر می دهد. اما سخنگوی این وزارت می افزاید که موقف آنان درباره بر رسمیت شناسی امارت اسلامی تغییر نکرده. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی بازگشایی سفارت افغانستان را در هند بر گسترش روابط کابل با هند سودمند می دانند. فاطمه ادیب گزارش می دهد. پس از سخنان جنرال کنسول افغانستان در حیدرآباد هند درباره آغاز فعالیت های دوباره خدمات کنسولی سفارت افغانستان، اکنون وزارت خارجه هند میگوید که سفارت افغانستان در دهلی نو فعالیتش را از سر گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه هند هرچند درباره آغاز فعالیت سفارت افغانستان در هند سخن گفته است، اما افزوده که موقف این کشور درباره بر رسمیت شناسی طالبان تغییر نکرده است. سفارت افغانستان در دهلی نو و کنسولگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی فعالیت دارند. شما می توانید از پرچم هایشان که برافراشته شده اند این موضوع را متوجه شوید. موقف ما درباره بر رسمیت شناختن تغییر نکرده است. دیپلماتان افغان اینجا هستند که خدمات کنسولی را برای شهروندان افغان فراهم کنند. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که سرگیری فعالیت سفارت افغانستان در هند می تواند بر روابط میان کابل و دهلی نو سودمند باشد. موږ دفاره مثبت تمامیږي، زه په مثبت نظر ورته ګورم او د امارت دفاره هم یو رقم لابي ده چې په شکل د اشکالو باندې کېږي سفارتونه خلاصیږي، نو په دې کې هم د ملت ګټه ده او هم د حکومت ګټه ده. ګپ خوب است که امارت اسلامي با تمام کشورها رابطې دیپلماتیک رابطې خوب داشته باشه و کشورهایی که در مورد افغانستان یا قسم نگران هستند باید به رزو از طریق دیپلماتیک نقطه پایان به خواسته های از رابطه. پیش از این سید محمد ابراهیم خیل جنرال کنسول افغانستان در حیدرآباد هند گفته بود که خدمات کنسولی سفارت افغانستان در هند از سر گرفته شده است. آقای ابراهیم خیل گفته بود که بر بنیاد درخواست حکومت هند او با زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در ممبئی مسئولیت این سفارت در بخش کنسولی را بر عهده گرفته است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید راه حل درازمدت در افغانستان باید در داخل و بیرون از افغانستان ارائه شود. ریچارد بنت همچنان در بخش سخنانش بار دیگر از ممنوعیت ها در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد میکند، اما امارت اسلامی میگوید حقوق زنان و دختران در کشور تأمین است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگوی با نهاد دوستان محافظه‌کار با اشاره به ارزیابی تازه ملل متحد درباره افغانستان میگوید که راه حل درازمدت برای وضعیت افغانستان باید از سوی جامعه در داخل و بیرون از افغانستان ارائه شود. ریچارد بنت بار دیگر از آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بانوان در افغانستان میداند انتقاد میکند.
وقتی صحبت از وضعیت زنان و دختران به میان می آید، من مطمئن هستم که همه دوستانی که به این گروه پیوستند می دانند که چگونه طالبان واقعا یک سیستم تبعیض گسترده را بر زنان و دختران افغان تحمیل و آنان را سرکوب کرده است. بدتر از همه، آنان مکتبهای بالاتر از صنف ششم و نیز دانشگاه ها را تعطیل کرده اند. فیصله سازمان ملل متحد به حکومت طالب محول خواهد شد و حکومت طالب تا به حال آماده نیست که در مورد حقوق زنها، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد حق کار زنها، درس و تعلیم زنها تصمیم بگیرم. آقای بنت همچنان در ادامه سخنانش افزوده است که حکومت سرپرست افغانستان باید از بحر نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان در سطح جهانی پاسخگو باشد. او تاکید می‌ورزد که دادگاه جهانی لاهه تبعیض در برابر زنان افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی دارد. اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تأمین است و در حال حاضر حدود 23% از بانوان در نهادهای مختلف سرگرم کارند. متأسفانه راپورهای ریچارد بنت همیشه مغرضانه بوده و قطعا را مد نظر نگرفته. مثلا آنها یادآوری کردند که گویا خانم‌ها حذف شدند از پروسه و چنین نیست. مقال هم در دستگاه حکومتی مرتسم افغانستان 23.40% خواهرای ما فعال است در کار میکنند. تعدادی که نتانستن به کار حاضر شوند معاشاتشان پرداخته میشه. این در حال است که پیش از این نیز شمار از کشورها با نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی را وابسته بر رعایت حقوق بانوان در کشور دانستند. موردی که حکومت سرپرست همواره اطمینان داده است که حقوق بانوان بیشتر از هر زمان دیگر در کشور تامین شده است. شیر محمد عباس استانگزای معین وزارت خارجه مسدود ماندن دروازه مکتب ها را از علت های بنیادی فاصله گرفتن مردم و برخی از کشورها از امارت اسلامی میداند. آقای استانگزای بار دیگر بر بازگشایی مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور تاکید میورزد. در همین حال سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید هیچ فاصله میان علوم دینی و عصری در کشور وجود ندارد. نوید صمدی گزارش میدهد. معین سیاسی وزارت خارجه هنگام سخنرانی در برنامه فراغت دانش آموزان و دانشجویانی که با پشتیبانی وزارت سرحدات اقوام و قبایل سند آموزش به دست آوردند میگوید که جامعه به علم تاریک است و بار دیگر بر بازگشایی دروازه های مکتب ها برای دختران تاکید ورزید. در هر جا حق دی، در هر جا طبیعی حق دی، حق حق دی چه خدای او رسول رو تور کرد، حق حق دی چه طبیعت و جامعه رو تور کرد، سنگ او سو کولی سر چانه در حق وقت. که څوک د حق تر راغلي دا د دې انسانانو د دې ملک د دې افغانانو په مقابل کې د دوی په حق باندې تجاوز د صریح ظلم دی. شیر محمد عباس استانگزای میگوید علت انتقاد کشورها و دوری برخی از شهروندان کشور از نظام کنونی و سماندن دروازه های مکتب ها برای دختران است. کوشش وکړئ چې د علم دروازه د ټولو په مخ خلاص شي. نن زموږ یوازنی مشکل چې خپل ملک سره او له ګاونډیو سره او د دنیا له ملکونو سره هم ده په همدغه دا مشکل باندې. نن چې زموږ ملک له موږ نه فاصله نیسي، له موږ نه خفه کیږي یا له موږ نه ګیله لري، هغه هم همدغه د علم په موضوع باندې. یوازې په عمارت هم دا وطن نه جوړیږي، یوازې په جمهوریت هم نه جوړیږي، یوازې په حکومت مطلب مې دا دی حکومت که اولس د حکومت شاته ولاړو هر څه کولای شي. همزمان سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید شماری از جوانان که در بخش‌های دوردستند و به آموزش دسترسی ندارند و مکتب‌ها جذب کردند. او می‌افزاید که هیچ فاصله میان آموزش‌های دینی و عصری در کشور وجود ندارد. فاصله حقیقت نلری، فاصله نست. در امارت تر قیادت لاندی جنن کم روزنه په افغانستان کې ده. والله العظیم په قسم در توایم د خپل تن وینې خو به تر تاسې جار کم ستاسې د بهبود او د تربیت لپاره. عباس استانگزای در حال بر بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم تاکید می‌ورزد که با گذشت بیش از 2 سال هنوز از بازگشایی مکتب های دخترانه خبری نیست.
عفو بین الملل خواستار بررسی جنایت های جنگی پیش از سال 2021 میلادی در افغانستان شده. این سازمان از دیوان کیفری بین المللی خواسته تا پرونده های جنایت های جنگی که به گفته او از سوی طالبان و سایر کشورهای دیگر در افغانستان صورت گرفته را به بررسی بگیرد. در همین حال امارت اسلامی از این دادگاه می خواهد که جنایت های جنگی کشورهای دیگر را که در افغانستان انجام شده به بررسی بگیرد. در جریان کنفرانس سالانه مجمع عمومی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی، سازمان عفو بین الملل از این دادگاه می خواهد که جنایت‌های جنگی انجام شده در افغانستان را بررسی کند. این سازمان از دادگاه بین المللی لاحه خواسته است که به گفته این سازمان جنایت‌های جنگی که پیش از سال 2021 میلادی از سوی طالبان و کشورهای دیگر در افغانستان رخ داده را در اولویت قرار دهد. در بخش از بیانیه سازمان عفو بین الملل همچنان آمده است که اجرای عدالت برای قربانیان جنایت های جنگی باید شتاب بخشیده شود. ما خواستار از این هستیم که محکمه جزایی بین الملل باید مسئله رسیدگی به جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را اولویت ببخشد و همچنان سرعت بده و در رابطه با تحقیقات را که یک سال قبل آغاز کرده باید معلومات یا معلومات دیگه بکنه که این تحقیقات در کجا رسید. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که دادگاه بین المللی کیفری باید جنایت های انجام یافته در افغانستان را که از سوی نیروهای خارجی انجام شده است به گونه دقیق و بررسی بگیرد. جنایت را که کشورهای اشغالگر در افغانستان انجام داده و کشورها بسیار مقتدر هستند، این نهاد بین المللی نمیتونه آن را حاضر بکنن به پاسخگویی جنایت خود. فلحاظ ما امید نداریم از این نهاد، ولی بازم در عموم اگر دیده شد که آنها بی‌طرفانه هستند و میتونن منصفانه قضاوت کنند، بعد سرش صحبت می‌کنیم. برخی از آگاهان مسائل نظامی درباره این خواست سازمان عفو بین الملل دیدگاه های گوناگون دارند. محکمه اگر میخواهد که تمام این جنایت ها را پوشش بده و عاملینش به محکمه بکشانه، باید شروع بکنن از امریکا. ولی بدبختانه پیشتر گفتم که امریکا کشور است که هیچ فرد خود به محکمه های خارجی و بین المللی نمی سپاره. اگر این جنایات مورد بررسی قرار بگیرد تحت حمایت شورای امنیت ملل متحد، تحت حمایت سازمان ملل متحد، تحت حمایت نهادهای مهم بین المللی و همچنان با حمایت افغان ها، با حمایت نهادهای فعال افغانی صورت بگیره، به نفع آینده افغانستان خواهد بود. پیش از این گزارش روزنامه گاردین درباره جنایت های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان نشان داده بود که دست کم 80 شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سالهای 2010 تا 2013 در هلمند کشته شدند که تنها یک سرباز بریتانیایی در جریان حضور 6 ماهه‌اش در هلمند 35 شهروند افغانستان را کشته است. آصف دورانی در حالی که امارت اسلامی را به جا دادن تی تی پی در افغانستان متهم می‌سازد می‌گوید حمله های تحریک طالبان پاکستانی 65% در مرز پاکستان افزایش یافته. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده که در 24 حمله تحریک طالبان پاکستانی در سال جاری 14 مورد آن کار افغان ها بوده. در ادامه ادعاها درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان، این بار نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز میگوید که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه دارد و حمله های آن در بخش های مرزی پاکستان تا 65% افزایش یافته است. آصف درانی در بخشی از سخنانش همچنان ادعا کرده که در 24 حمله تحریک طالبان پاکستان در سال جاری 14 حمله آن کار افغان ها بوده است. حملات تحریک طالبان پاکستانی بر مناطق مرزی پاکستان 65% افزایش یافته است. حملات انتحاری در سال روان به 500% افزایش یافته است که از مجموع 24 حمله در پاکستان 14 مورد آن توسط فرد افغان صورت گرفته است. اما امارت اسلامی یک بار دیگر تاکید دارد که اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته شود. صراحت بگویم که افغانستان جایی برای کسی نیست که از خاک ما استفاده کنند علی پاکستان و کشورهای دیگر. در این مورد ما جدی هستیم و به هیچ کسی اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. از سوی هم شماری از آگاهان این ادعاهای پاکستان را اقدام غیر مسئولانه در برابر حکومت سرپرست میدانند. پاکستان همواره از خود
یک روش را به خود گرفته که بالای امارات اسلامی که نو تشکیل شده است که سر اینا فشار بیارن، فشار سیاسی بیارن که ایرا رفت دادن به خروج مهاجر افغانی از افغانستان که هم ارتباط به این بهانه‌جویی دارن، ولی فکر نمیکنیم که تی تی پی از ما باشه. پیش از این نیز برخی از مقام های دیگر پاکستان نیز همواره ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه های حراس افغان در خاک افغانستان پناهگاه امن دارند، ادعاهایی که همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است. یک بار دیگر خوش آمدید. هفتم دسامبر برابر است با روز جهانی هوانوردی غیر نظامی. از این روز به منظور گسترش اهمیت اجتماعی و اقتصادی هوانوردی در جهان تجلیل می شود. اما در افغانستان مسئولان در امارت اسلامی می گویند برای افزایش مؤثریت خطوط هوایی و مسئولیت پروازهای بین المللی تلاش ها جریان دارد. حبیب الرحمن قویاش این موضوع را پیگیری کرده. مسئولان در امارات اسلامی میگویند که برای کار آمدن دوباره امارات اسلامی شرکت های هوانوردی گوناگون خارجی پروازهای خود را با افغانستان اثر گرفتند. سخنگوی امارات اسلامی تاکید می‌ورزد که تلاش های مسئولان در جهت مؤثریت خطوط هوایی و مسئولیت پروازهای بین المللی همچنان ادامه دارد. یکی مؤثریت خطوط هوایی و یکی بیشتر شرکت ها بتواند در این مورد با افغانستان سفرها و پروازهای خود را شروع بکنند و دومی که معیار عمومی مد نظر گرفته شد. با این حال اتاق زراعت و مالداری نیز میگوید که صادرات فراورده های کشاورزی از جمله میوه های خشک و تازه به شمول زعفران از طریق کارگوی هوایی به کشورهای مختلف دنیا جریان دارد. صادرات میوه و سبزیجات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی یک فرصت خوبی برای تاجرین کشور ما است، بلخصوص برای کشورهای چین، برای کشور اروپا و هندستان. هم صادرات از طریق دهلیز هوایی امکانات بیشتر داشت در گذشته. با این وجود برخی از آگاهان نیز ایجاد دهلیزهای هوایی را در رشد و توسعه تجارت بین المللی اثرگذار می‌دانند. تسهیل در انتقال کالاها، پایین آوردن هزینه انتقال، گسترش بازارهای هدف و کاهش وابستگی به مسیرهای زمینی از تأثیرهای مهم و مثبت است که دهلیزهای هوایی می‌تواند روی تجارت افغانستان بگذارد و باعث توسعه هرچه بیشتر اقتصادی در افغانستان بگردد. دهلیز فضایی بخصوص در افغانستان اهمیت بیشتر دارد به خاطر از اینکه ما مهاد به خشکه هستیم. یعنی بر پیمانی که تجارت ما، صادرات و واردات ما از این طریق هم بوده باشه، با در نظر داشت کاست و مصارفشان میتونه مستقیم نقش مثبت را بالای رشد اقتصاد داشته باشه. بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، افغانستان 27 میدان هوایی فعال دارد که از این میان در میدانهای هوایی کابل، مزار شریف، هرات و قندهار پروازهای بین المللی انجام میشوند. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتون سپاسگزارم. تا لحظات دیگر در فراخبر دوباره برمیگردیم.